توی این ویدیو میخوام بهت آموزش بدم که چطور میتونی کیکت رو پانچی تر بکنی. ولی قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، لایک رو صفحه بکوبون و همینطور یه کامنت برای من بذار و این ویدیو رو حتما برای یه نفر بفرست. من پرهام صبوری هستم، پس بزن بریم. سلام خدمت تمامی دوستان بیت‌سرایی عزیز، امروز با یه آموزش خوب در خدمتتون هستم و میخوام بهتون آموزش بدم که چطور میتونین پانچ کیکتون رو یا کوبندگی کیکتون رو در اصطلاح بیشتر بکنین. خب وارد محیط نرم افزار ایبلتون لایف شدیم. من یک پترن درامی چیدم با پچ 8 to 8، براتون پلی میکنم، گوش بدید ببینید به چه صورت هستش. خب ما برای اینکه بتونیم کیک دراممون رو پانچی تر بکنیم از پلاگین فب فیلتر پروسی استفاده میکنیم. من از پلاگین درام رک استفاده کردم و کیک درامم رو توی درام رک گذاشتم. پس کیکم رو انتخاب میکنم و از این قسمت میام و پلاگین فب فیلتر رو پروسی رو پیدا میکنم و میندازم روی پترنم. خب شما از این قسمت باید اول این رو روی حالت پانچ قرار بدین تا بتونین که این حالت پانچی رو روی کیکتون اضافه کنین. ما برای این کار اول مقدار فرشولد رو یه مقدار پایین میاریم و روی منهای 24 قرار میدیم و مقدار ریشیو هم مقداری بالا میبریم و روی 6 قرارش میدیم، 6:1. خب حالا قسمت مهممون اینجا هستش. ما برای اینکه بتونیم اون کوبندگی کیکمون رو بیشتر بکنیم، باید در حین اینی که اتکمون رو افزایش میدیم، ریلیسمون رو کاهش بدیم و این خودش باعث میشه که اون سیگنال کیکمون مقداری حالت کوبندگی و ضرب بیشتری پیدا بکنه. خب من گینم مقداری افزایش میدم. حالا بریم سراغ اتک و ریلیس. خب همینطور که گوش دادید دیدید که با افزایش مقدار اتک و کاهش میزان ریلیس اون ضرب و کوبندگی کیک دراممون بیشتر شد. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.